اگه هوشیار هستی تفنگ طبیعی مردم مسلح کو خودت خدا کو نمیری قون نیست مام نمیرم به خاطر ما شما سن سال ما های نبکنه گپشه یه تو یک گپ کلانه میزنه و دو وقت حزب بود حزب اسلامی بود آل حزب اسلامی یک کاملی شده ما در چند روز بعدی انشاءالله شاهد تظاهرات پرشکو در جاده های کابل. سلام به شما هموطنان بسیار زاد عزیز، امیدوار هستم که صحتمند باشین و جور تیار. ممنون که بیننده ما هستین. در این ویدیو صحبت میکنیم روی خیلی مسائل مهمی که در چند روز پیش آمده و بعضی حقایق قسم براتون شریک میسازم که قبلا هم براتون گفته بودم ولی کس باور نکرد. امروز ثابت شده روی ازی صحبت میکنیم. امیدوار هستم تا پایان مرا همراهی بکنین و با لایک و کامنت هایتون و همچنان ویدیو را اگر اشتراک گذاری بکنین همراه دوستانتون از طریق واتساپ، فیسبوک، اینجا بسیارت خوشحال میشم. عزیزان دل، اما قبل از او یک موضوع میخوام براتون شریک بسازم. شما میفهمین در داخل یوتیوب اکثر کسایی که به نفع یک حزب تبلیغ میکنه یا بحثای سیاسی میکنه یک هدف داره، اولی خو یک تعداد زیاد از مردم ایره طرفدارش است و ایره کمک مالی میکنه، درست است؟ و یا ایست که توسط بعضی حزب ها برازیا پول پرداخته میشه و یا کار خود پیش میبرن، 4-5 نفر همکار هستن با هم کار میکنن. اما شخصا من نه در کدام حزب هستم، نه از کدام کس پیسه میگیرم، تمام آنچه دارم اینم حمایت شما عزیزان است و ایترام نه که از کدام حزب برای من پیشنهاد نشده. بسیار پیشنهاد ها شد که بعد حزب با من افهمی میکنیم، بر تو میکنیم، پول کار داری، چی کار داری، سال گپا. همون مشکل در کجاست میفهمین؟ این پیشنهادات از طرف حزب های میشه که مربوط به جنگ سالاراست. این حالا که از این طایفه من جور نمیایم، من نمیفهم، خدا یک قسم اساسیت دارم که از این ها کمی فکر میکنم این کارهایی که ها کردن به میگه افغانستان همی یادم میگه جند میگیره بیخی، من میگم کل از یاره فقط برید در خود دریای اون بندازی. بنان من یاره نپذیرفتیم دوستان عزیز، ولی ما به خاطر انکشاف و برنامه های لایف و بزرگ ساختن چینل ما که بریم به فیسبوک همی برنامه های خود بندازیم، دو تا همکار نیاز دارم که باید بگیرم و کامپیوتر و لایت و کمره و این همه چیزا نیاز دارم دوستان عزیزم، و خودم در توانم نیست که ایره بخرم. دوستان زیاده و ما زنگ میزنه که برنامه های لایف نداری، باز ما براش میگم که تو مشکل است، میگه بیا که من کمکت کنم چقدر میخوایی. خب من همین از ایره فکر کردم دوستان عزیز که اگر ایره بگیریم در گردن یک نفر بندازیم، خب معلوم دار نقصش میشه. و تمام از این وسایلی که من نیاز دارم دوستان عزیز همش سنجیدم، بالای 12000 دلار میشه که من اگر یک دونه کامپیوتر اگر بگیرم که رم و مشخصات بالا داشته باشه، شما میفهمید 3-4000 پپ تناوب میشه، لایت است، کمره است، این همه چیز، و دو نفر همکارم من باید بگیرم بعد از اینکه یکش ادیت کنه، یکش پشت کمره باشه تا بتونیم کار ما دیگه منظم‌تر، خوب‌تر و زیباتر پیش بره. بنان اگر این سر یک نفر بندازیم که نقصش میشه. از شما عزیزانه که در توانتان هست و میخواین چینل ما انکشاف پیدا بکنه، کار ما دیگه بزرگتر شوه و وسیع‌تر شوه، از شما میخواییم که حتما امروی ما همکاری بکنیم. امی پیپل دونیشن چیزی که ما ساختیم مربوط چینل است دوستان عزیز، لینک شما براتون در کامنت اول میتونم و همچنان در بخش دسکریپشن هم است، در بخش اباوت چینل همچنان لینک پیپل دونیشن ما هست، میتونین در اینجا اشتراک بکنین در حد توانتان، هر قدر که 50 100 200 300 به این شکل. مثلا اگه 20000 15000 30000 نفر یک ویدیو را سعی میکنه، از بین از 5000 نفر هم که همین کارا بکنه 50 100 200 300 روان بکنین، مشکل ما هم حل است. یک دو نفر هم سر کار میشه اینجا و ما میتونیم که برنامه خود کیفیتش را بالا ببریم، برنامه لایف داشته باشیم هفته یک شب دو شب که شما هم تماس بگیریم و بحث های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود داشته باشیم و با هم صحبت بکنیم. بنان دوستان عزیز، این پول نه به نام کدام غریب بیچاره است، نه به نام ای است، نه به نام احمد و نه به نام محمود، فقط به خاطر انکشاف چینل است. من میتونستم اینجا بهانه بکنم که به نام فلان روان بکنم، مثل بعضیانه به نام کرونا و نمیفهم چی چیزا پیسر روان کردن، یک دو تا ویدیو نشر کرد، کلی پیسه را گفتن خرج کردن و دوزی کردن. از خاطر ما از اون گپاخشم نمیه حساب پوسکنده براتون میگم، نه مربوط کدام حزب هستم، نه توسط کس حمایت میشم، تنها حمایتگران ما شما عزیزان هستین که کنار ما استاد هستین. بنان
بهترین چیز ای است که ما از شما کمک بخوایم. با کمکتان نیاز دارم. در صورتی که میتونین حتما مرا کمک بکنین که بتونیم چینل خود انکشاف بدیم و بعد از این تمام کارهای ما را از طریق فیسبوک همچنان شروع بکنیم که از اونجا هم بتونیم نشرات داشته باشیم. و ما ایره در چند ویدیو یادآور میشم دوستان عزیز. دوستان ما که نمیفهمن میتونن که آشنایی پیدا بکنن و از طریق بسیار ساده است میتونن پول روان بکنن به خاطر از اینکه ما بتونیم کارهای خود دگام انکشاف بدیم. این که ما از یک نفر توقع داشته باشیم بالاش بار زیاد کنیم نقصی میشه، خوبیت نداره. 50 و 100 و 200 و 300 بر شما معلوم نمیشه، ولی چک قطره قطره دریا میشه. وقت ببینید که پول ما پوره شده، همین که پوره شد پول وسایل و این همه، باز ما براتون میگم که اینقدر پول جمع شده دیگه خلاص. من نمیفهمم هنوز که شما حمایت میکنین نمیکنین، اما منتظر هستم و امیدوار هستم که حمایت بکنین تا ما بتونیم که کار خود را بزرگ بسازیم و انکشاف بدیم. و کسانی که در توانشان نیست نگران نباشین. همین که شما ویدیو رو تماشا میکنین، امروی دوستانتان شریک میسازین، کامنت های خوب مینویسین، لایک میکنین، این همه یک کمک از دوستان عزیز. من مثلا اومدم، جانم در خطر، آزادی هایم گرفته شده، در کنج قفس ور بندی هستم، بالاخره کوشش میکنم رسالت خود انجام بدم تا فری مردم نخورین و اطلاعات درست در اختیار شما قرار بدم. پس شما هم وقتی ویدیو رو میبینین لایک میکنین، کامنت مینویسین، این هم یک کمک است. و عزیزان ما که در توانش هست و میخواین که ما را کمک بکنین، شما میتونین کمک مالی بکنین. یکی که ما برم از یک جهادی و چپی و دوز کمک بگیرم، باز برم به نفع از او تبلیغ بکنم، کمی هیچ وجدان ما راحت هم نیست که از گشنگی بمرم و میکار نمیکنم. از گشنگی بمرم. بنان من منتظر شما هستم. شما عزیزان بالاتون حساب میکنم. امیدوار هستم که در اینجا سهم بگیرین و کمک بکنین. لینک در بخش کامنت، در کامنت اول ما پین کردیم و همچنان در بخش دسکریپشن و در بخش اباوت از کانال است. همین لازم میتونین برین و اقدام بکنین. برین سر اصل مطلب. چند روز پیش گلبدین، که من نامش همون گلبدین بیناموس، ما معذرت میخوایم که واژه را استفاده میکنم، در عمرم تنها کسی را که ما دشنام دادیم اینی بوده. من نامش همون گلبدین بیناموس آمد است. اگر شما صحبت هایش شنیدین یک بار دیگه یک بار بشنوین صحبت هایش. حکومت تمام زندانیان این حزب را از بند رها نکند تا چند روز دیگر هواداران او به جاده های کابل ریخته و ارگ را محاصره خواهد کرد. دور نه، قریب، در چند روز بعدی انشاءالله شاهد تظاهرات پرشکو در جاده های کابل که تا به ارگ برسند خواهید بود. و اگر عقلتان به سرتان نیاید مطمئن باشین که این حرکت منتج به این خواهد شد که بساط. بعد از این اظهارات آقای مارشال دوستم آمد و چنین گفت: تایپ نمیکنه گپش. ایتون یک گپ کلانه میزنه و دو وقت حزب بود، حزب اسلامی بود. آل حزب اسلامی یک کاملی شده مانده. یک غیرت است، بچهش است و اونمی دامتش اومنجریز هیچ راضی نیست از زمین سیاست. همین چهار نفر اونجا ششنگی ها را مخ نمیبینیم. این اسلامی خودش یک لباس خاصی داره. کماندان هاش دیگه اش کنیم کل اگه همین طالب ها را آوردن ماشیم کجا را سفید پوشانده. اما الله اکبر گفته ششتا بس نفر میارم کابل هم میگرم پای تختا هم میگریم. مردم کابل هم ما اطمینان میتیم. از این گپا نگران نباشه. از این گپا پشک پتکه در نترتا این پشک پتکه هستی. ما از چلای عدبی طرفدارای خود، جوانای خود بر مردم کابل میگم. از دریای کابل همی جای جغل اندازی کده بلدی ها خب هر کدام میشه همی یک دامان تنگه بچینه پشت دروازه ایش بانه. یک کفی که وضعیت کابل اخلال میکنم بو بیه. کسی که وضعیت ارگ به این رقم اگر بخوای برهم بزنه خط سنگ زده باید او را بکشیم از کابل. و این حرفش کاملا دقیق است. مارشال دوستم راست میگه. پوف و پتاق است. یک مسئله دیگر هم بگم دوستان عزیز.
یعنی جنگ سالار خود کلش جنگ سالار است، ما از هیچ کدامش حمایت هم نمیکنم، خونم امروز یه طایفه جوش نمیخوره، اما باور بکنین سگ مارشال دوستم سر از این بالاست، حداقل همه قدر وجدان داره، همه قدر غیرت داره که آمد از مردم معذرت خواست. شما به یاد دارین من خودم از نزدیک بودم، در ولایت قندوز آمده بود، دشت آبدان، از مردم معذرت خواست، گفت جنگ بود، اشتباه شد، نفر کشته شد، هر چی شد من از شما معذرت میخوایم، بسیار زیاد شرمنده هستم، معذرت. اما این سگ پاکستان، این شرف باخته، این انسان بی‌ناموس بی حیثیت، حتی معذرت هم نخواست. در چشم مردم مدراید دم رویش برش میگه که خبرنگار کشتی، میگه ما نکشتیم، راکت زدیم، گاز زدیم، معذرت نمیخوای، چرا معذرت بخوایم؟ از این اظهاراتش ما به این نتیجه رسیدم که این انسان آنقدر خود باخته، خلاص است، کاملا تمام است، حقیر و بیچاره شده، دیگه هیچ راه برش نمانده و یه حزب میزبشم شاریده، چهار تا احمق که در یه حزب است، فکر نمی کنم که اونام دنبال را به راکتیار باشه، دیگه دل از اون سرد شده و یه که میگه من ارگ محاصره میکنم و چرقمی میکنم و اگر از دستش بیای، یا شما چی فکر میکنه اگر کس باور کرده باشه بر از اون میگم، اگر از دستش بیای یک دقیقه درنگ نمیکنه، فردا میره میکاره میکنه، فردا بر از این مهم نیست که کی کشته میشه، زن بیوه میشه، طفل یتیم میشه، مردم کشته میشه، کی کشته میشه، پروایش نداره، مثل که سالهای قبلی کار کرده بود بازم این کار میکنه، میره تمام آنچه که افغانستان داره، تانگ است، اردوز، پلیس است، مهمات است، تیاره است، هر چی که است میگیره مفروشه، میته به پاکستان، مفت میته، مفروشی چی؟ مفت میته برش. پس بنان یک خواب است و خیال است و گل بودین، انسان بیشرف و بیناموز، ای ارمانه به گور ببری، به گور. تو یک انسان پست و رذیلی هستی که با 5 دوره حکومت داری، با 5 نظامی که گذشت تو مشکل داشتی و هنوز هم مشکل داری. سربازهای مرا ایلا کنین، بندیهای مرا ایلا کنین، او به حیثیت، او خو انتحار کده، انفجار کده، نفر کشته، قتل عام کده، مردمه چطور را ایلا کنه؟ امی که تو را مانده، تو را مانده، ولی خو لعنت بمی دولت باد، لعنت بمی دولت باد، تو را مانده از پول بیت المال برای تو معاش میده، برای تو خانه گرفته و توی پول میگیری، با سگ واری ها میجفی به زد نظام، بمی شکر بکش، امیر شکر بکش که تو را کس مردم در وطن را داده و هنوز تو را نکشتن، بمی شکر بکش، قرار خب طبیقی بیشی در جایت. سیاست مدار بی شرم دیده بودم، بی حیثیت دیده بودم، دوز دیده بودم، آدم کش دیده بودم، اما مثل تو آره بی ناموس ندیده بودم واقعا، مثل تو آره بی ناموس. من که میگم بی ناموس، دوستان عزیز، ناموس من فکر میکنم وطن، وطن حیثیت و ناموس داره، قبول دارین؟ خوی چی است؟ وطن فروش است؟ پس بیناموس شد یا نه؟ دلیل داره، من خوناق بیناموس نمیگم یک کسره، این بیناموس است. و اینال دوستان عزیز، ماهای قبل آمدم براتون گفته بودم که بعضیا مثل شفیع عیار و یا خون شفیع عیار دیدین که از گلبدین حمایت هم کرد، حالا براتون ویدیوش هم میمونم، گفته بودم که از گلبدین حمایت میکنه، رفتار از طرفش بعضیا میگفت نه، حالا براتون ویدیوش هم میمونم. چند ماه قبل دوستان عزیز براتون آمدم گفتم که ترورهای هدفمند، مین چسبکی، این همه را بعضیاش طالبا میکنه، ولی اکثریت از این را اینمی گل بودین با همکاری پاکستان میکنه و طالب هم این را میفهمه، ولی صدای خود کشیده نمیتونه. چرا؟ چون مستقل نیست، تحت امر پاکستان فعالیت دارن گروه طالبان، دنبشان زیر پای پاکستان است، اگر خود شروع بتا بیا برسوا و ردی میشن. اما حالا شما میبینین چیکار کردن، ببینین سیاسته، مین چسبکی، ترور خبرنگار، آوازخان، فعال جامعه مدنی، این همه را ترور کرده رفتن. شفیع عیار میگفت که این را دولت میکنه، یعنی تا این حد حماقت. اما ما آمدن براتون گفتم که دولت نمیکنه، پاکستان است، با هم پاکستان همکاری میکنه، توسط گلبدین این کارا میشه و شما دیدین این را ترور کرد، ترور کرد، ترور کرد، دولت به نظر مردم بسیار زیاد منفور ساخت. این حال چی میکنه؟ ما تظاهرات میکنیم، کودتا میکنیم، ارگ میگیره، متوجه شدین؟ یعنی خواست که دولت خوب سعی بکو و از نظر مردم بندازه، بعد از او بخواه که یک کودتا بکنه و مردم هم همش بیاد در پشت ازی استاد شوه، باز چی شوه؟ نظام سقوط کنه، پلیس بره، همه چیز بره و بخیر بیرق پاکستان در بالای ارگ نصب شوه. دیدین؟ به این شکل کار میکنه و مردم ما هوشیار است، فریبی از این رقم انسانهای حرامزاده را که به یک کشور وفا نکردن نمیخوره
و ای همش لاف است و پتاق است و پوف و پوف است. دیگه هیچ کار دستی از یا نمیه و هیچ کار هم کرده نمیتونن. و ما آمدم دوستان عزیز چند وقت پیش براتون گفتم که مردم عزیز شمایی که اول اینه بگویم که بعضی دوستا فکر میکنن خیلی که من میخوایم شفیه را بیخی گم کنم. نه، هیچ چنین تصمیمی ندارم و نمیخوایم. من میگم که منافقت نکنه، با احساسات مردم بازی نکنه، دزدی نکنه و بهانه این و آن پیسه جمع نکنه. طرفداری از کسانی که جنگ سالار هستن، وطن خراب کردن، وطن فروشی کردن نکنه، دروغ نگویه، اطلاعات غلط نده. اینی کارا را بس کنم. من امروش استاد هستم، امروش هم کار هستم، بیخی خداحافظی میکنم. من میرم میگم اون شفیع یار است، کار ما را پیش میبره که نیاز به ما چیست، بیخی میرم. اما یادم نمیکنم. شما این ویدیو رو ببینید. این باشین که این حرکت منتج به این خواست شد که بساطتان جمع شد. میگه در امی وقتهای نزدیک، در امی چند روز شما شاهد مظاهره یا تظاهرات با شکوه می باشین که تا به ارگ یک طرفش میرسه. و اگر حکومت غنی ای را به عیس هوشدار قبول نکنه و 15,000 نفر ما را اعلان نکنه، در او صورت باز ما ارگ محاصره میکنیم، غنی را میکنیم، یعنی در جبه طالب استاد شد. خوبه، یه بسیار خوب است. به خاطر کمی غنی بند برالا آمد از گلبدین پشتیبانی میکنم. نگفته بودم که میکنم؟ برای شفیع عیار نه بینندهاش مهم است، نه هیچ کس مهم نیست. فقط میخواه عقده دل خود خالی بکنه، فقط میخواه به یک جای برسه، یک قدرت به دست بیاره. دیگه براشون مهم نیست. میگه کاش کی کار شوه، کاش که غنی را بکشه، کاش که به دار بزنه. خب کاش که با دار زدن از اون مشکل حل شوه. تو خبر هستی شفیع عیار؟ توی رو نمیفهمی که اگر نظام سقوط کنه چی میشه؟ قتل عام میشه، هزارها تا زن بیوه میشه، هزارها تا طفل یتیم میشه. یک کم وجدان داشته باش. میفهمم که توی رو میفهمی، اما پروای ملت افغانستان نداری و سالهاست توی رو فریب میدی. جنگ مذهبی، قومی، لسانی، اینمی آتش پکه که رفتار استی و مردم جنگ مندازی و امروز بی‌شرمانه میایی از گلوبودین هم حمایت میکنی. ای لعنت به تو. ای حرف دیگه زیره بشتم این شما. اگه اوشار استی تفنگ تبیگی مردم مسلک و خودت خدا کو نمیری قنی سب مام نمیرم به خاطر ما و شما سن سال مام گذشته. اون یک اتحادم جوانای است که میرن. اینا باید آماده شون. فکر کرده آقای قانونی قدر احمق است که بگه به تو بکنم؟ میگه جوانان را مسلک و ما و تو خو پیر شدیم، ما و تو خو نمیریم، تو خو غیرتش نداری، تو فقط گب زدن بلد استی و هم در خارج از افغانستان چشتی. اقوام بین هم جنگ بنداز، ای را تحریک کو، او را تحریک کو. جوانان را مسلک و به کشتن بده. باز که چی شوه؟ باز این جنگ سالارا برن بدر چوکی را بگیرن. فایدهش به ملت چی؟ یک جنگ داخلی دیگه شروع شوه؟ تو خود امریکاست که قرار ساعته که تیر اصیل دقیقش هم نیستی. یک کمی وجدان هم نداری که خجالت بکشی یا عواقبی از دیگه پایی که میزینی بسنجی. قضاوت به دست شما دوستان عزیز. من خو میبینین نه. من نمیفهم که شما میفهمین خود به نافهمی زدین چهره کثیف زیر هنوز نشناختین از شفیع عیار، یا ایست که نمیفهمین. اگر نمیفهمین خو اینه برد موازی هست دیگه. یک کسی که دلش به وطن بسوزه، دلش به ملت بسوزه، آیا مردم رو به جنگ تشویق میکنه؟ آیا از گلبدین که منفورترین چهره سیاسی در طول تاریخ افغانستان است از او حمایت میکنه؟ من نمیفهم شما به کدام دلیل، به کدام بهانه طرفداری از شفیع عیار میکنین؟ یک دلیل منطقی بر ما بگوین، بگو به این دلیل. من خود دلیل دارم که نقدش میکنم، انتقاد میکنم سرش. به هر حال دوستان عزیزم، برای گلبدین میگم که او بی‌غیرت. دیگه وقت راکت فایر کردن و یه گپام تیر شد. تبریک هم برات میگم که از راکت پراگنی به نفرت پراگنی شروع کردی. حالا حداقل همقدر تغییر کردی. دیگه او گپا تیر شد. سرت بلند کنی، سرت بلند کنی، می فرق فرقت میزنن و ای تو گمت کنن که بار باز سرت به پاکستان برسه. دیگه خراب بشی، نفاق ننداز، گپای مفتم نزن، شوله تبوخ و پرده تبوخ. از تو کی توقع کرده؟ از تو کی گله کرده؟ تو یک قدر حقیر شدی، یک قدر بیچاره شدی که جز از اینکه بیایی نفرت پراگنی بکنی و چهار تا جفنگیات تحویل مردم بتی، دیگه هیچ کار از ساخته نیست. یک بار به خود نگاه بکن، گل بودین به کجا رسیدی؟ چرا یک قدر ذلیل شدی از دست این منافقتت؟
آخر غلامی همی است دیگه. آخر کسی که غلام پاکستان باشه آخرش اینی میشه. تو اگر به کشورت وفادار میبودی و به مردم خدمت میکردی و مردم هم نمیکشتی و به کشور خیانت نمیکردی، امروز یک آدم جوان پشت سرت بود، امروز ملت پشت سرت بود. اما تو آنقدر بی عزت شدی که خودت خوب سعی درک میکنی که در چی وضعیت هستی. تشکر دوستان عزیز که این ویدیو رو تماشا کردین. برای حمایت مالی از ما، اگر میخواین که چینل ما انکشاف پیدا بکنه و همه‌ای که در اول ویدیو براتون توضیح دادم، لطفاً به دیسکریپشن و یا هم در کامنت اول براتون گذاشتم لینک را میتونید روش کلیک بکنین، از طریق پیپل دونیشن امروی ما همکاری مالی بکنین. بسیار تشکر از امروییتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارشون.